مهارت‌های زندگی قسمت 279 جایگزینی برای تلویزیون. آنوشا دخترم پاشو قربونت برم. الان میام مامان. پاشو بیا صابوناتو بخور. مثلا میتونی اینجوری کنی؟ تو که هنوز دست روتو نشستی. آخه میخوام اینو ببینم. خیلی خوب، حالا پاشو برو دست روتو بشور، منم صابوناتو میارم همینجا. تموم شد. آره چه جاله. ای بابا زهره جون یه لحظه گوشی. جانم ماما امروز میریم اون سیدی کارتونی که قولشو داده بودی بخری؟ دخترم الان دارم با تلفن حرف میزنم. خودت گفتی امروز میخری. باشه عزیزم، شما برو تلویزیونتو تماشا کن، من حرفم تموم بشه میام با هم حرف میزنیم. باشه. آخه برنامه کودک تموم شده. خب گفتی عزیزم. من چی نگو کنم آخه، برنامه آدم بزرگ است. چند دقیقه بعد اوا خوابش برده. یواش یواش داره وقت نهار میشه، بهتره برم خریدامو بکنم. این کبریتا، اینم گاز. یک ساعت بعد مامان آخ جان، بچه ها سکوت، ببینم این کتاب ما رو میخواد با کدوم کشور خودم ایران بیدار شدی آنوشا؟ رفته بودم خرید. نه ترسیدی که؟ آفرین دختر گلم، میدونم گشنته، حالا غذا رو حاضر میکنم. دخترم غذا تو خوردی؟ دوست داشتی؟ صدامو میشنوی؟ شب همان روز آنوشا جهان، دخترم وقت خوابه، پاشو مسواکتو بزن. آنوشا هر روز از صبح تا شب تلویزیون تماشا میکنی، خسته نشدی؟ مگه نمیشنوی چی میگم؟ وقت خوابه دختر. چه خاموشش کردی؟ تلویزیون میخوام نگاه کنم دیگه. آخه وسوسه این چی کار کنم؟ بیا اینو بخور قربونت برم. ممنون. خب این که قصه نداره، اگه زودتر گفته بودی میشستیم با هم یه راه چاره پیدا میکردیم. نمیدونم چی کار کنم، من خودم باعث شدم این بچه تمام روزا پای تلویزیون بشینه. خب چرا اجازه میدی؟ میدونی چقدر ضرر داره واسهش؟ میدونم زهره جون، ولی شما میگی چی کار کنم؟ این بچه تنهاست، یه جوری باید سرش گرم بشه یا نه؟ اگه هرمز الان زنده بود. خدا رحمت کنه همسرتو. خواهر برادرم که نداره، منم همش درگیر کارهای خودمم. احساس میکنم دیگه همه چی از کنترلم خارج شده. بهترین راه اینه که آنوشا رو به یه مرکز آموزشی خوب و معتبر ببری، اونجا هم دوستای جدید پیدا میکنه، رابطه اجتماعیش خوب میشه، هم یاد میگیره برای تلویزیون تماشا کردن باید برنامه داشته باشه. جدی میگی؟
تا وقتی هم بگردی یه جای خوب پیدا کنی، آنوشا رو بیارش خونه ما. حداقل اینجا دور و برش شلوغه. یکم از این حالت بیرون میاد. ممنون. وکیه خانوم؟ احتمالا مریم خانومه. آنوشا رو آورده. سلام. سلام. سلام آنوشا جان، حالت چطوره؟ سلام. سلام دخترم. زلو. سلام آنوشا، خوش اومدی. کوچولو، کوچولو. مریم جون، تا شما بری کاریو که داشتی انجام بدی، آنوشا جون پیش ما میمونه. خب منم میرم برای مهمونمون یه شربت درست کنم. میخوای بیای تو اتاقم عروسکمو بهت نشون بدم؟ باری هواپیمای جنگی دارم، میخوای با اون بازی کنی؟ نه بچه ها، بذارین آنوشا خودش بگه چی دوست داره بازی کنه، اینجوری خیلی بهتری. دخترم دوست داری الان چی کار کنی؟ ولی الان که برنامه کودک نداره. اشکالی نداره. خب هرچی آنوشا خانوم بگه. بذار ببینم، شاید ساعت برنامه عوض شده باشه. گفتم که الان برنامه کودک نداری. خب پس چی کار کنیم؟ آها، میتونیم یه بازی دست جمعی انجام بدیم. اوه جون، ولی چه بازی؟ بابا یه گلاب. ولی اپو چطوری؟ خب بذار قشنگ گیجت کنم. خب حالا بگو ببینم کدومی. آقا فرهنگ، با شما. بله خانم، مگه نمیبینی داریم بازی میکنیم؟ جای حساسشه توی دست چپتی. باز کن دیگه، معطل نکن. این دوه. حواسمو پرت کردی باختم. خب این دفعه نوبت آنوشا است. آنوشا جان، اگه گفتی گل تو کدوم دست منه؟ باید بگم تو دست راست داده بابای گله. شما اسمت آنوشا است؟ نه خود زود باش بگو دیگه خاله. اگه جواب درست باشه همه رو بستنی مهمون میکنیم. من بستنی میوهی میخوام، شکلات و همبار شاتوت باشه لطفا. حالا بذار بگی. تو دست راستشی، دست راست. پوریا بگو تو اینه. خب جواب درست بود. بستنی، بستنی. من رو حواست خیلی جمعه. ادامه روز. من میخوام برم تو حیاط بازی کنم. کی آفر با هم بیام؟ من بیام. آنوشا جان، دخترم، تو نمیخوای با بچه ها بری تو حیاط بازی کنی؟ نه. پس ما میریم، اگه دوست داشتی تو هم بیام. طی صدها میلیون سال قاره های اروپا و آفریقا به تدریج دیگر جدا شدند، اما در دهه 1980 مهندسان رویای پیوستن دوباره آن دو قاره را در سر پروراندند. آن هم با استفاده از یک پل بازی میکنیم با هم؟ مامانی، مامانی چونم؟ قربونش برم. سلام ماما، نمیدونی چقدر داره بهم خوش میذاره. سلام عزیز دلم، خیلی خوشحالم. خب جونم، آماده شو که باید بریم. نه، اومدی منو ببر خونه، من میخوام پیش دوستان بمونم و بازی کنم. نگران نباش، قراره بریم یه جای خوب. مطمئنم کلی دوستای خوبم اونجا پیدا میکنی. آخه من پیا پویا خیلی دوستم، اونا من تنهایی بودم، چه باید دوستای دیگه پیدا کنم؟ تو بیا، من مطمئنم پشیمون نمیشی. بچه ها بعضی وقتا از تنهایی که به تلویزیون پناه میبرم.